در حالی که مدت زیادی از خبرساز شدن تجاوز گروهی به 6 زن در خمینی شهر نمی‌گذرد، دیروز معلوم شد که حدود 2 هفته قبل از وقوع آن جنایت در شهرستان کاشمر نیز بیش از 10 نفر به زنی تجاوز کردند. این جنایت 1.5 ماه پس از وقوع و پس از آن رسانه‌ای شده که امام جمعه کاشمر از دستگاه قضایی به خاطر کوتاهی در رسیدگی به این پرونده انتقاد کرده است. برای بررسی بیشتر این موضوع با مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار مصاحبه ای انجام داده ایم که میشنوید. به نوشته سایت خبر آنلاین، عاملان تجاوز در کاشمر یک بار در گذشته دستگیر شده بودند، اما بعد دادگستری اونها رو به خاطر وجود نداشتن شاکی خصوصی آزاد کرده بود. خانم علی نژاد، منوط کردن رسیدگی به پرونده های تجاوز به وجود شاکی خصوصی چه تبعاتی میتونه داشته باشه؟ اولین تبعات منفیش رو خب تو جامعه شاهد هستیم. رواج این تجاوز هست، تکرار این هست، به این دلیل که متجاوزان یک حاشیه امنیتی احساس میکنن و در واقع با تهدید کسانی که اونها رو مورد تجاوز قرار میدن میتونن اونها رو ساکت بکنن که به عنوان شاکی پیگرد قضایی رو هم خواستار نباشن. و از همه مهمتر، اخیراً این اخباری که منتشر میشه راجع به تجاوزهای گروهی، به نظر میرسه پلیس در واقع به نوعی داره همدستی میکنه و این تجاوز رو به جای اینکه ما اسمش رو بذاریم تجاوز گروهی، باید بگیم تجاوزهایی که رسمی هست، تجاوزهایی هست که در واقع با حاشیه امن قرار دادن متجاوزان پلیس داره حمایت میکنه تا رعب و وحشت ایجاد بکنه و ازش بهره خودش رو ببره. در مواردی هم شاهد بودیم که از کسانی که مورد تجاوز قرار گرفتن شاکی شده پلیس. روزنامه روزگار امروز از قول امام جمعه کاشمر نوشته که علاوه بر متهمان انجام تجاوز، قربانی این جنایت خودش هم زندانی شده. به نظر شما الان در ایران پیگیری بدون هزینه شکایت از جنایتکاران جنسی تا چه حد امکان پذیره؟ اتفاقا همین موضوع باعث میشه که کسانی که مورد تجاوز قرار گرفتن، خصوصا دختران جوانی که خب توی شهرستان‌های کوچیک‌تر هم هستن، احساس ناامنی میکنن، چون میدونن اگر به پلیس مراجعه بکنن به جای اینکه با متجاوزان برخورد بشه خودشون قربانی میشن. این قضیه مسبوق به سابقه هم هست در مورد دانشگاه زنجان که دانشجویانی که اعتراض کرده بودن مورد پیگرد قانونی قرار گرفتن. ببینید، در موارد سیاسی ما شاهد بودیم وقتی در کهریزک بحث تجاوز به زندانیان افشا شده بود، اون موقع شاکی خصوصی هم داشتن، ولی حتی در محضر نمایندگانی که کمیته پیگیری بودن، برخی از زندانیان کهریزک اعلام کردن که مورد تجاوز قرار گرفتن، اما بعدها آقای سعید مرتضوی همون زندانی رو مورد تهدید قرار داد و حتی نهادهای موازی امنیتی هم سراغ کسانی رفتن که در مورد تجاوز قرار بود افشاگری بکنن. و من فکر میکنم که این توی حوزه اجتماعی هم الان داره نمود پیدا میکنه که پلیس دنبال کسانی که متجاوز هستن میره که اونها رو قربانی بکنه و هرگز بنای این نداره که تجاوز رو متوقف بکنه، چون این یک ابزاری هست برای ساکت کردن هم معترضان سیاسی و هم توی حوزه اجتماعی برای ساکت کردن مردمی که پوشش دیگه ای رو میپسندن. بنابراین من فکر میکنم که باید این قضیه رو درش تأمل کرد که چرا این بار در تابستان به جای مستقر شدن گشت‌های ارشاد و طرح ضربتی ایجاد امنیت، ناگهان اخباری مربوط به تجاوز گروهی داره منتشر میشه و کسانی که مورد تجاوز قرار میگیرن رو هم مورد عتاب و خطاب قرار میدن که بی‌حجابی و پوشش بد شما باعث میشه که تهدید بشین، نه کمکاری و در واقع ناتوانی پلیس ایران. ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتین.